به نام حیدر، حیدر دلاور، به نام حیدر، حیدر دلاور، علم به دوش لشکر پیامبر، علم به دوش لشکر پیامبر، امیر فتح بدر و جنگ خیبر، امیر فتح بدر و جنگ خیبر، ادب پیش قدم های او قدر داموش، ادب خورده گره پشت ابروان او، عجب شاه دلیر و چه شیر کراری، دو لا حول ولا قوت الا هو، دو لا حول ولا قوت الا هو، علی مدد خدمناک آمد شیر چالاک آمد، خدمناک آمد شیر چالاک آمد، به میدان پهلوان بیباک آمد، لجد خان آمد شیر قرآن آمد، به جنگ کفار کل ایمان آمد، علی مولا شیر کرماری، بگو لا حول ولا قوت الا هو، بگو لا حول ولا قوت الا هو، علی مدد هدف ناکام است، شیر چالاک است، به میدان پهلوان بیباک است، رجب خان آمد شیر قرآن آمد، به جنگ کفار کل ایمان آمد، علی مولا لشکرش حسن بود، طلای داره لشکرش حسن بود، حسن 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 حسن، امیر دلها در دل قرن بود، امیر دلها در دل قرن بود، علی درونه کعبه بود شکن بود، علی درونه کعبه بود شکن بود، طلای داره لشکرش حسن بود، طلای داره لشکرش حسن بود، علی حیمنه کفر را به هم میزد، نجم خان شده نعره کشان علم میزد، علی میمنه تا میسره همه دیدن، علی میمنه تا میسره همه دیدن، اجل پشت دم تیغ تو قدم میزد، علی پشت دم تیغ تو قدم میزد، علی مدد نفس گیر آمد و غرق تکبیر آمد، نفس گیر آمد و غرق تکبیر آمد، به جنگ زور و ضرب و تدبیر آمد، به نفس گیر آمد و
همچنان شیر آمد به نازم حیدر باد و شمشیر آمد به نازم حیدر باد و شمشیر آمد علی یا مولا حق علی امیر دلها در دل قرن بود امیر دلها در دل قرن بود علی درون کعبه بود شکن بود علی درون کعبه بود شکن بود طلای دار لشکرش حسن بود طلای دار لشکرش بود علی خیمه کفر را به هم میزد هم شدن عرقشن علم میزد علی میمنه تا میسر همه دیدن اجل پشت دمه تیغ تو قدم میزد اجل پشت دمه تیغ تو نفس دیر آمده غرق تکدیر آمد به جنگ زور و ضرب تکبیر آمد به نکدیر آمد همچنان شیر آمد به نازم حیدر باد و شمشیر آمد علی یا مولا علی یا جیگر بود اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شیعیان و محبین امیرالمومنین علیه السلام امیدوار هستم در هر کجای عالم هستید حالتون خوب باشد خب همونطور که میدونید طبق روال هر هفته برنامه زیارت عاشورا داریم با مدحی برادر عزیزمون آقای اسدی بعدش هم انشاءالله اگر عمری باقی باشه و خدا آقای اجازه بدن بیان فضائل میکنیم تعداد چند تا از فضائل شیعیان و خود آقای امیرالمومنین با هم از روی کتاب مطالعه میکنیم یا علی مدد سلام علیکم حسن آقا سلام علیکم برادر عزیز آقا روح الله گل خوبید انشاءالله آقا خدا شما رو خیر بده که بانی شدین و دوستانی هم که ما رو همراهی مونه ما هم گدای در خانه اهل بیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدا ما و شما را از همه فتنه ها در پناه خودش نگه داره خدا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها آبروی همه مؤمنین مؤمنات را حفظ کن تعجیل در فرج مولا صاحب الزمان و سلامتی ایشان بر محمد و آل محمد صلوات خب زیارت عاشورا رو شروع میکنیم انشاءالله عزیزان در عزیزان تشریف داشته باشید بعد از همین طول فضائل مطالعه کنیم سلامتی مولا صاحب الزمان و فرج مولا صاحب الزمان بر محمد و آل محمد سلام اللهم صل على محمد و آل محمد فرج اللهم صل على فاطمة و أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على فوت
فاطمتا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به الملک. الهی العف، الهی العف. یا فاطمة الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سادتنا و مولاتنا، ان لا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. إلهي بحق فاطمة الزهراء، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. از مکان بعید و دور زیارت میکنیم ابا عبدالله الحسین و یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام را، برا فرج، برا سلامتی مولا صاحب الزمان، آبرومند درگاه اهل بیت شویم. اللهم عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. خدايا بوسيلة أبا عبد الله الحسين أستو طلب آبرو داريم. خدا دست ما را از دامن أهل بيت و إمام حسين كم كوتاه نكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ثور الله وابن ثوره والمتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت دفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بخي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله،
يا أبا لقد عظمت الرذية فجلت معظمة المصيبة تبكي علينا وعلى جميع أهل الإسلام فجلت معظمة مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعل اللهم أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت خدا لعنت کند اونهایی که پایه و اساس ظلم را گذاشتن خدا لعنت کند اونهایی را که حق علی را غصب کردن خدا لعنت کند اونهایی را که بی بی دو عالم را در بین کوچه های و دیر کتک زدن خدا لعنت کند که علی علیه السلام را دست بسته به طرف مسجد کشوندن فلعن اللهم تنسست اساس الظلم والجور عليكم اهل البيت فلعن اللهم تندفعتكم من مقابكم وازالتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها فلعن اللهم تنقتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت الى الله فاليكم منه ومن اشيائهم واتباعهم واوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله أول زياد وأول مروان ولعن الله بني أمية قوذبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سهل ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي پدر و مادرم به فدایت پدر و مادرم به فدایت یا ابا عبدالله مصداقش مسلم ابن عقیل هست مصداق به ابی انت و امی مسلم ابن عقیل سفیر مولای باد سفیر هست همه اهل و عیالش را در راه امام حسین فدا کرد به امی هم تمامی به امی انت و امی به امی انت و امی دلها بسوزه به حال مسلم ابن عقیل هم خودش را فدا کرد هم فرزندانش را اهل و عیالش را دار و ندارش را به ابی انت و امی به ابی انت و امی لقد عظم مصابي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك يرزقني طلب أثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني اللهم اجعل عندك مشيئة الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة خدایا به وسیله امام حسین از طلب شفاعت میکنیم طلب آبرو میکنیم در دنیا و آخرت یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله اللي اتقرب الى الله والى رسوله والى امير المؤمنين والى فاطمه والى الحسن واليك بموالاتك
وبالبراءه ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءه ممن اسس اساس الظلم والجور عليكم، وابرأوا الى الله والى رسوله ممن اسس اساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى اشيائكم، برئت الى الله واليكم منهم، وتقرب الى الله ثم اليكم بموالاتكم وموالات مليكم وبالبراءه من اعدائكم، والله سمين لكم الحرب بالبراءه من اشيائهم واتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ظلاكم وعدو لمن عداكم. فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم الصدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، ويرزقني طلب الصواري مع إمام ظاهري مع إمام هدى ظاهرين ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رضيتها في الإسلام في جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو ميتة وابن أكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك بلسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمظالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. خدا لعنت کند سقیفه و پیروان سقیفه را که حق حضرت علی علیه السلام را غصب کردند. و آخر تاب این له علا ذلک، خدا لعنت کند اونهایی را که از سقیفه پیروی کردند. و آخر تاب این له علا ذلک. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و
وطابعت لا قتله اللهم لعنهم جميعا خدا لعنت کند خمینی و پیروان خمینی را که گفت ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است خدا لعنت کند خامنه مفعول حمام منصوری را که گفت اصول دین مثنوی هست خدا لعنت کند جمیع خونهای حکومتی و درباری را خدا لعنت کند اون علمای را که ادعای منصب امامت و ولایت دارد اللهم لعنهم جمیعا السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت دفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد من لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول العالمين من لعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن بين الله ابن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مرمان إلى يوم القيامة سرق السجدة بيزون سجدة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على برزيتي اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لقدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة تعجيل للفرج مولا صاحب الزمان سلامتي مولا صاحب الزمان بر محمد و أول محمد صلوات اللهم صل على محمد و أول محمد وعجل فرجهم سلامتي مولا صاحب الزمان فرج مولا صاحب الزمان شادي دل نازنيني زهرای اطهر سلام الله علیها بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه دفع بلا و فقر پریشانی هر کس حاجتی دارد حاجت روا شود پنج بار آیه اما یجیب را با هم قرائت میکنیم من هم یک نفس بگیرم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمواتر أسخد شاد ورازي بگردانيد بر محمد وآل محمد صلوات وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها
بعدد ما أحاط به الملك إلهي ألاف إلهي ألاف أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي ألاف جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد چشم عالم پر ز خون شد ای خدا مهدی نیامد ای خدا مهدی نیامد ای خدا مهدی نیامد هرچی گفتیم یبن تاها یبن یاسین یبن احمد العجل یبن علی المرتضی مهدی نیامد مهدی نیامد مهدی نیامد یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن هر چی گفتیم یا مغیث الشیعه نشنیدیم جوابی هرچی گفتیم یا معز الاولیا مهدی نیامد به اضطرار حضرت زینب به اضطرار حضرت زهرا اللهم اجل ولیک الفرج خدا قیم ما ولی ما سرپرست ما فقط و فقط مولای ما صاحب الزمان خدایا غلط کردیم نفهمیدیم خدایا عذر ما رو بپذیر مولای ما قیم ما فقط و فقط مولا صاحب الزمان است الاجل 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 یا مولانا یا صاحب الزمان
يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان، يا وسيع الحسن والخلف الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها الله اشفع لنا، يا وجيها عند الله لنا عند الله، آقا جان، مولا جان، صاحب الزمان، منتقم عالم الله. یک عالم لشکر آمد پشت در حضرت علی، پشت در خانه و علی را مظلومانه به طرف مسجد کشندن. مادر سیده کائنات را، محسنش را صدق کردن، مورد ضرب و شتم قرار دادن. مولا جان صاحب الزمان، منتقم آل محمد، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج. بی بی میگه که بروید دنبال کارتان، علی رو با حال خود رها کنید، علی با دنیایتان کاری نداره. اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. سلامتی مولا صاحب الزمان، فرج ایشان بر محمد و آل محمد، صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر کس حاجت دارد، حاجتمند است، دست به دعا برداره، دست به دعا بلند کنه، 10 بار یا الله 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 یا الله، اله یا حامد بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسن منك الاحسان. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج. خدایا انت خیر ماست بشه گردان، انت شر است ما رفته بگردان. خدای شر اراضی لعباش منافقین طالبان آخونهای حکومتی و درباری رو خدای به خودشون برگردان. خدای ما همه ما را از فتنه های آخر الزمان نجات بده. پروردگار پروردگار آبروی من را مریض، ما را با معارف اهل بیت اطهار علیهم السلام آشنا بگردان. اموات را از خود شاد و راضی گردانید. الفاتحة مع الاخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل حول ولا قوة إلا بالله. خدا جميع اموات گذشتگان ما رو ببخش و بیامرزه،
ثواب جلسه به روح همه اموات ما عاید و واصل شود، اونهایی که بلا وارثن، اونهایی که بد وارثن، دستشون از این دنیا کوتاه است. خدا جمعی اموات گذشتگان ما را ببخشد و بیامرز. شب جمعه است، باز هم اموات را از خود شاد کنید، راضی کنید دلهایشان را. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عزم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و القطع الرجا و زاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکا و الیک المؤول فی شدت و رخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج الله بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني 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 الصاع الصاع الصاع. الأجل 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 بحق محمد وآل الطاهرين. آمین یا رب العالمین. گناهانتون بریزه بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم. اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حوض الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بر محمد وآل محمد صلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعدائهم. آمين يا رب العالمين. من معذرت میخوام این دعای فرج من فراموش کردم که قبل از اینکه ما دعا کنیم بخونم میره. بعد من روی صفحه دیدم حواسم بعد متوجه شدم. شادی دل خانم خدا قبول کنه. برادر بزرگوار شما بانی بودید، شما بانی بودید، بانی جلسه بودید. ما هم گدای در خانه اهل بیت اونهایی که ما را همراهی کردن. خدا از همه قبول کنه، خدا از همه قبول کنه. خدا ما و شما را از این فتنه ها، از این بلاها، از این مصائب خدا ما را نجات بده. امی عرض به حضور که دوستایی که برنامه رو نگاه میکنه حسن آقا یک چند تا لعن بگیم بعد انشاءالله با هم صحبت میکنیم. شادی دل خانم بعد از مراسم یک چند تا لعن بگیم برای پایان مراسم دعا. خودت لعن کن، من نفسم گرفته. شادی دل خانم فاطمه زهرا بر شورای کثیف ثقیف لعنت، بر ابوبکر پسر کاتلیس لعنت، بر عمر لعنت، بر عثمان لعنت، بر عایشه و حفصه لعنت،
بر ابو جهل و ابو لهب لعنت، بر ابو سفیان لعنت، بر قنفذ و مغیره لعنت، بر طلحه و زبیر لعنت، بر ابن ملجم مرادی لعنت، بر حمله کنندگان به حضرت خانه حضرت زهرا لعنت، بر معاویه لعنت، بر اشعث لعنت، بر جعده لعنت، بر یزید لعنت، بر عمر سعد لعنت، بر امر عاص لعنت، بر شمر بی حیا لعنت، بر زجر و سنان لعنت، بر خولی لعنت، بر حرمله لعنت، بر اسد ابن مالک لعنت، بر عبدالرحمن ابن اشعث لعنت، بر قاتلین کربلا لعنت، بر سنگ اندازان کوفه و شام لعنت، بر سیاهی دفتر عمر سعد لعنت، بر حشام لعنت، بر منصور دوانقی لعنت، بر حجاج ابن یوسف لعنت، بر مأمون لعنت، بر هارون لعنت، بر ام فضل لعنت، بر متوکل عباسی لعنت، بر معتمد عباسی لعنت، بر دشمنان اهل بیت یکایک از اول تا قیام قیامت لعنت، بر خمینی و خامنه‌ای لعنت، بر محسنی ملعون لعنت، بر اونایی که ادعای مقام ولایت اهل بیت را دارن لعنت، بر بدعت گذاران لعنت، شادی دل خانم فاطمه زهرا تعجیل در فرج آقا صاحب الزمان لعن و علا عدو بکه یا علی اولی و دومی و سومی، لعن و علا عدو بکه فاطمه اولی و دومی و عایشه، لعن و علا عدو بکه ابل فضل اولی و دومی و ام فضل، لعن و علا عدو بکه رقیه اولی و دومی و مغیره، لعن و علا عدو بکه اولیا اولی و دومی و عمریا، سلامتی و تعجیل در فرج رهبر کون و مکان، سکاندار زمین و آسمان، آقا مهدی صاحب الزمان علیه السلام، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برادر روح الله، یک عرض ادب به صحت قدسی حضرت زهرا سلام الله علیها، من یک شعری را اینجا من اگر اجازه باشه من بخونم. بفرمایید سلام. بفرمایید. صدا گرفته از خاطر یک لحظه من یک آب جوش بخور که صدایت باز شد. بله. تا حسن آقا تشریف میارن دوباره برادرای عزیز، امشالله تا لحظاتی دیگه تصمیم داریم از روی کتاب بخشی از تعداد خیلی کوچیکی از فضائل امیر المؤمنین و شیعیان امیر المؤمنین با هم مطالعه کنیم، از کتاب شیخ صدوق، که یک مشت محکمی باشه به دهن و کسایی که میگن شیخ صدوق مانند مراجع امروزی کتاب فتوایی داشته و اردم به خدمتتون نقل روایت نمیکرد، یک مشت محکمی باشه به دهن از اینجور افراد. با ما همراه باشید تا دل چشمتون روشن شه به فضائل امیرالمؤمنین و فضائل شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام، تا بدانید مقام شیعه چی است و کسی که محب امیرالمؤمنین باشه چه مقامی داره، چه جایگاهی داره نزد خداوند متعال علیه السلام. خدا لعنت کند اونهایی را که حق فاطمه حق حضرت علی علیه السلام را غصب کردن و باعث شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شدن. من نمیدونم الان اگر وقت اگر کم هست که من فقط همی شعر بخونم، اگر وقت هست که این زیارتنامه حضرت فاطمه زهرا رو بخونم، اگر الان اگر چون وقت زیاد مبره زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها، اما زیارتنامه حضرت رقیه سلام الله علیها قائم مقام حضرت اگر اجازه باشه من زیارتنامه قائم مقام حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت رقیه سلام الله علیها رو بخونم. بفرمایید حسن آقا، خدا شما رو خیر بده. یک لحظه بفرمایید.
شادی دلی نوزنینی رقیه 3 ساله مظلومه خرابه شام بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية البرضية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الذكية الفاضلة، السلام عليك أيتها المظلومة البهية. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. السلام عليك يا سيدة الرقية، عليك التحية والسلام ورحمة الله وبركاته. والسلام عليك يا بنت رسول الله، والسلام عليك يا بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا بنت السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا بنت الحسين الشهيد، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الذكية الفاضلة، السلام عليك أيتها المظلومة البهية. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، فجعل الله منزلك ومأواك في الجنة مع أبائك وأجدادك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين. خدا به ما توفیق بده از نزدیک قبر این بانوی مکرمه را زیارت کنیم بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم. آمین یا رب العالمین. انشاءالله فرج مولا صاحب الزمان قبر گم شده بی بی دو عالم را از نزدیک زیارت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اظهار ادب به پیشگاه قدسی حضرت زهرا سلام الله علیها. من چند بیت شعر قرائت میکنم و التماس دعا دارم از همه دوستان استفاده میکنیم. سلام بفرمایید. وقتی نبی نموده مکرر سلامتان، واجب شده است بر همگان احترامتان. از این سری مدینه تا سوی دیگرش، ریزه خورند بر سری خوان طعامتان. شأن نزول آیه تطهیر می شوی، بالاتر از تمامی دنیا و مقامتان. تو اولین شهید راه ولایتی، شد کربلا ادامه راه قیامتان. از دست ما که کار به جایی نمی رسد، اشکی علی به زخم شما التیامتان. تو مادر تمامی خوبان عالمی، تو کوثری علی و رسول معظمی. سیلی که مزد کار پیامبر نمی شود، سیلی که مزد کار پیامبر نمی شود، عرض ادب به ساحت دختر نمی شود. شاید خیال کرده ادو قبل آمدن یک زن حریف این همه لشکر نمی شود. ای وای ای وای ای وای شاید خیال کرده ادو قبل آمدن یک زن حریف این همه
لشکر نمی شود سیلی غلاف و شعله آتش و حجمه ها و داغ به وسعت لگد در نمی شود. مقتل بخوان برای دل تکفار ام حولم از این که هست که بدتر نمی شود. با ضربه ای که پهلوی زهرا شکسته شد دیگر غرور حضرت مولا شکسته شد. با ضربه ای که پهلوی زهرا شکسته شد دیگر غرور حضرت مولا شکسته شد. زهرا میان کوچه گرفتار می شود آینه علی که رخت تار می شود. یک سمت صورتت که فدک را بهانه کرد، سمت دیگر که قسمت دیوار می شود. لعن الله قاتلی که یا زهرا. 18 بهار عمر تو دارد حکایتی از 18 سری بریده که بردار می شود. 18 بهار تو 18 بهار عمر تو دارد حکایتی از 18 سری بریده که بردار می شود. قد خمیده ای تو پس از سالها در دختران قافله تکرار می شود. دارم میان روزه زمین گیر می شوم یا فاطمه از ماتم تو پیر می شوم. ای وای از غمم، ای وای ای وای ای وای ای وای از غم ماتم مادر سادات. با خاک چادرت دل ما را تکان بده، ما در مزار مخفی خود را نشان بده. وقت حساب کردن اعمال شیعیان یا فاطمه بیا و به ما هم امان بده. در اول بهار شبیه خزان شدی، پس لاله های عمر مرا هم خزان بده. اصلا قرار نیست که ما را رها کنی، امشب بیا و بر من دل مرده جان بده. فاطمه فاطمه جان، بی بی به والله قسم، با یاد تو با نام تو زنده ایم. با گریه های فاطمیه زنده می شوم. هر دفعه من از لطف تو شرمنده می شوم. یا فاطمه الزهرا اشفعی لنا فی الجنه. بی بی جان دست ما را از دامنت کوتاه نکن. بی بی جان ما را شرمنده و روسیاه نکن. بی بی جان ما را هدایت کن. بی بی جان از همه بلاها از همه مصائب ما را در پناه خودت قرار بده. اللهم اجل ولیک الفرج. خدایا به استراب و استرار حضرت زهرا، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج. آقا صدا میاد یا نه؟ بله حسن آقا صدا میاد. خدا شما رو خیر بده، استفاده کردیم، شعر بسیار عالی بود. خدا شما سلامتی به شما بده. چون گوشی من نمیدونم چرا امروز اینطوری شده، گوشی من الان شارژش در حال اتمامه. خدا شما رو خیر بده داشت.
همچنین برادر بزرگوار، خدا سلامتی به شما بده. من گوشی خود در شارژ بزنم. خب شما ادامه بده برنامه را برادر روح الله. چشم. خب برادرای عزیز، خواهران گرامی، همونطور که گفتم امشب امروز می‌خوایم یک مقداری از فضائل امیرالمؤمنین و شیعیانش بخوانیم و هم میریم کتاب باز میکنیم و از روی کتاب با هم مطالعه میکنیم. کتابش هم هر کس خواست در ما پیام بده، در تلگرام پی دی افش ما برش میفرستیم و البته از طریق اینترنت هم میتونید خودتون دانلود کنید، ولی هر کس که موقعیتش نداره در ما بگه یا نمیتونه پیدا کنه در ما بگه و از طریق تلگرام پی دی اف کتاب برش میفرستیم، میتونید مطالعه کنید و چشم دلتون روشن شه. کتابی به نام ترجمه فضائل حسن آقای اسدی، شما لطف کنید صدایتون رو ببندید، چرا وقتی صحبت میکنید صدا میاد داخل استودیو. یا علی میاد. خب این کتابی به نام کتاب فضائل شیعه، فضائل شیعه امیر المؤمنین علی علیه السلام، تعلیف شیخ صدوق، ترجمه و تصحیحش دکتر احمد توحیدی، انتشارات زراره انجام داده کتاب ترجمه را، کتاب چاپ کده. اولین حدیثش میریم حالا صفحه 29، اولین حدیث است. در بالایش متن عربیش است، من متن فارسیش هم میخوانم چون بسیار طولانی است. چند دو تا حدیث یا سه تا حدیث میخوانم و دو تایش هم بسیار طولانی است و واقعا حدیثی جالبی هم. گوش کنید. عبدالله ابن عمر میگه که عبدالله ابن عمر گفت، بذارم تصویر بزرگتر کنم که خودتانم بتونید از روی کتاب همراه با ما مطالعه کنید بخونید. عبدالله ابن عمر گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام به طور توهین‌آمیز سوال کردیم. آن حضرت خشمگین شد و فرمود چرا ادعی به بدی یاد میکنن از کسی که مقام و منزلتش نزد خدا همچون مقام و منزلت من است، از کسی که مقام و منزلتش نزد خداوند متعال همچون مقام و منزلت من است، که آیه قرآن هم در موردش هست، آیه مباهله. آگاه باشید ای مردم، آگاه باشید، هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد مرا دوست میدارد و هر کس مرا دوست بدارد خداوند از او راضی است و هر کس خدا از او راضی باشد پاداشش را بهش قرار میدهد. بدانید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد از دنیا نمی رود مگر این که از حوض کوثر بنوشد و از درخت طوبا بخورد و جایگاه خود را در بهش ببیند. یعنی دمی دنیا از آب حوض کوثر دش می چشانند و از درخت توبادش مخورانند و جایگاه خود در بهش می بینند. آگاه باشید هر کس علی را دوست بدارد امیر المؤمنین را دوست بدارد، هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد نماز و روزه و شب زندداریش پذیرفته می شود و دعایش مستجاب می شود. یعنی هر کس امیر المؤمنین دوست نداشته باشد یا یکی کسی دیگر بر امیر المؤمنین افضل بداند، نه نمازش قبول میشه، نه شب زنده داریش قبول میشه، نه دعایش مستجاب میشه. بدانید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد فرشتگان برای او طلب آمرزش میکنند و درهای هشتگانه بهشت برای او گشوده میشود تا از هر دری که بخواهد بدون حساب وارد شود. آگاه باشید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد خداوند نامه عملش را به دست راستش میدهد و به حساب او همچون حساب انبیا رسیدگی میکند. بدانید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد خداوند شدت و سختی جان دادن را بر او آسان میکند و قبرش را باقی از باغهای بهشت قرار میدهد. آگاه باشید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد خداوند به تعداد رگهای بدنش از حوری های بهشتی به او می بخشد و در مورد 80 نفر از اقوام و خیشانش شفاعت می کند.
و به تعداد موهای بدنش از حوریان بهشتی و از شهرهای بهشتی برخوردار می شود. بدانید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد، خداوند ملک الموت اسرائیل را برای او قبض روح او آنگونه می فرستد که برای پیامبران فرستاده می شود و ترس از نکیر و منکر را از او بر می دارد و رویش را سفید می کند. و او با حضرت حمزه سید شهدا علیه السلام همچنین خواهد بود. آگاه باشید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد، خداوند حکمت را در قلبش ثابت می کند و سخن درست را بر زبانش جاری می سازد و درهای رحمت را به رویش می گشاید. بدانید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد، در آسمان ها و زمین اسیر خدا نامیده می شود. آگاه باشید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد، فرشته ای از زیر عرش او را صدا می زند، ای بنده خدا عمل به فرامین الهی را از نو آغاز کن، زیرا خداوند تمام گناهانت را آمرزیده است. بدانید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد، روز قیامت در حالی به صحرای محشر می آید که صورتش همچون ماه شب 14 می درخشد. آگاه باشید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد، بر سرش تاج پادشاهی گذاشته می شود و لباس کرامت و بزرگی بر او پوشانده می شود. بدانید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد، از پل صراط همچون برق جهنده می گذرد. آگاه باشید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد، برای او دوری از آتش جهنم و جواز عبور از صراط و امان از عذاب دوزخ نوشته می شود. نامه عملش گشوده نخواهد شد و کردارش سنجیده نمی شود و به او گفته می شود بدون حساب به بهش وارد شد. بدانید هر کس امیر المؤمنین را دوست بدارد، ملائکه با او دست می دهند و انبیا او را زیارت می کنند و خداوند تمام حاجتهایش را بر می آورد. آگاه باشید هر کس آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست بدارد، از حساب رسی و سنجش کردار و عبور از صراط در امان است. بدانید هر کس بر دوستی آل محمد بمیرد، من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همنشینی او را با انبیا در بهشت ضمانت می‌کنم. آگاه باشید هر کس بر بغض و کینه آل محمد بمیرد، بوی بهشت را هم استشمام نمی‌کند. ابو رجا گفت حماد ابن زیاد به این حدیث افتخار میکرد و میگفت این حدیث اصل مهمی در دین است. یعنی محبت امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین اصل مهم در دین است. یک روایت دیگرم براتون بخونم از این کتاب صفحه 55 ش حدیث شماره 17. حدیث 17 هم ابو بصیر از امام صادق علیه السلام از پدران گرامی آن حضرت نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ای امیر المؤمنین، خداوند دوستی و محبت بینوایان و مستضعفان در زمین را بر تو بخشیده است. من به برادری با آنها راضی شدم چون آنها به امامت و پیشوایی تو خوشنود شدند. پس خوشا به حال کسی که تو را دوست می دارد و تصدیقت می کند و وای بر کسی که بر تو دشمن است، با تو دشمن است و تکذیبت می نماید. ای امیر المؤمنین، تو عالم به این امت هستی، تو عالم به این امت هستی. هر کس تو را دوست بدارد رستگار می شود و هر کس نسبت به تو کینه وردد هلاک می گرد. ای امیر المؤمنین، من شهر علم هستم و تو دروازه آن، و آیا جز از طریق دروازه به شهر وارد می شوند؟ ای امیر المؤمنین، اهل مودت و دوستی تو کسی است که بسیار بازگشت کننده به درگاه الهی، یعنی توبه کننده، و به شدت نگهدارنده نفس است. لباسهای کهنه و مندرس دارد، در ظاهر فقیر و تهیدست است، ولی اگر خدا را برای امری سوگند دهد، خداوند سوگندش را میپذیرد و خواستش را برآورده میکند. ای امیر المؤمنین، برادران تو همگی از بدیها پاک و پاکیزند و اهل تلاش و کوشش در کار خیرند، در راه تو دوست می دارند و در راه تو دشمنی می کنند.
پیش مردم بی مقدارند ولی نزد خداوند منزلتی بزرگ دارند. ای امیر المؤمنین، دوستان تو همسایگان خداوند در فردوس برین هستند، بر آنچه از دنیا به جای گذاشته اند افسوس نمی خورند. ای امیر المؤمنین، من دوست کسی هستم که تو را دوست که تو او را دوست داری و دشمن کسی هستم که تو با او دشمنی. قابل توجه عمریای احمق عایشه مقابل امیر المؤمنین جنگیده. هر کس تو را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس نسبت به تو کینه وردد نسبت به من کینه وردیده است. ای امیر المؤمنین، برادران تو در اثر روزه ذکر و دعا لبهایشان خشکیده است و زهد و بیرغبتی نسبت به دنیا در چهره هایشان هویدا است. ای امیر المؤمنین، برادران تو در سه جا شاد می شوند هنگام جدا شدن روح از بدنهایشان و این در حالی است که من و تو ناظر بر آنانیم و هنگام سوال و جواب در قبر و موقع عرضه اعمال و گذشتن از پل صراط، یعنی وقتی که سایر مردم در مورد ایمانشان سوال می شود و قادر به جواب دادن نیستند. ای امیر المؤمنین، جنگ با تو جنگ با من است با من و صلح با تو صلح با من است و جنگ با من جنگ با خداست. هر کس با تو صلح و سازش نماید با خدا صلح و سازش کرده. ای امیر المؤمنین، به برادرانت بشارت ده به این که خداوند از آنها راضی شد، زیرا به پیشوایی تو بر آنها رضایت داد و آنها نیز به ولایت تو راضی شدند. ای امیر المؤمنین، تو امیر مؤمنان و پیشوای دست و پا و پیشانی سفیدانی، کنایه از مواضعی که در سجده به زمین می‌خورند. ای امیر المؤمنین، شیعیان تو مسرور و شادمانند. اگر تو و شیعیانت نبودی دینی برای خدا برپا نمی شد و اگر شیعیان تو در زمین نبودن آسمان بارانش را فرو نمی فرست. ای امیر المؤمنین، برای تو گنجی در بهشت است و تو ذوالقرنین آن صاحب سلطنت ظاهری و باطنی آن هستی. شیعیان تو به حزب الله شناخته می شوند. ای امیر المؤمنین، تو و شیعیانت قیام کننده به عدل و داد هستید و برگزیدگان از خلق خدایید. ای امیر المؤمنین، من نخستین کسی هستم که از قبر بیرون می آیم و خاک از سرم پاک می کنم در حالی که تو با من هستی و سپس سایر خلق از قبرهایشان بیرون می آیند. ای امیر المؤمنین، تو و شیعیانت بر سر حوض کوثر هر کس را دوست داشته باشید سیراب می کنید و دشمنانتان را باز می دارید. شما روز ترس بزرگ قیامت در سایه عرش در امانید. مردم می هراسند و شما نمی هراسید. مردم اندوهگین می شوند و شما اندوهناک نمی شوید. این آیه درباره شما نازل شده. به راستی کسانی که به توفیق ما در نیکی ها پیشی گرفتند از آن دوزخ دورند و صدای آن را نمی شنوند و آنچه نفسهایشان بخواهد نعمتهای بهشتی جاودانند. ترس بزرگ روز قیامت آنان را اندوهگین نمی کند و فرشتگان با آنان ملاقات می کند و می گویند این همان روزی است که به شما وعده داده شده. ای امیر المؤمنین، در جایگاه رسیدگی به حساب و کتاب به دنبال تو شیعیانت می گردند. ای امیر المؤمنین، در جایگاه رسیدگی به حساب و کتاب به دنبال تو و شیعیانت می گردند. فرشتگانم بیان. و حال آنکه شما در بهشت از نعمتهای الهی بهرمندید. ای امیر المؤمنین، فرشتگان و خزانداران بهشت مشتاق دیدار شما هستند و بردارندگان عرش و فرشتگان مقرب به گونه‌ای ویژه برای شما دعا می کنند و به سبب دوستی و محبت شما از خدا حاجتهای خود را درخواست می کنند. و وقتی یکی از شیعیان تو از دنیا می رود به فرشتگان و بر فرشتگان وارد می شود آنگونه شاد و خوشحال می شوند که اهل خانواده با آمدن مسافرشان که مدتهای مدیدی از بین آنها رفته و اکنون بازگشته شادمان می شوند. ای امیر المؤمنین، شیعیان تو کسانی هستند که در پنهان از خدا می ترسند و در پیدا برای خدا خیرخواهی میکنند. ای امیر المؤمنین، شیعیان تو کسانی هستند که در کسب درجات بهشت با یکدیگر رقابت دارند
زیرا آنها در حال خدا را ملاقات می کنند که هیچ گناهی ندارند. ای امیر المؤمنین، در هر روز جمعه اعمال شیعانت بر من عرضه می شود. خبر کردار نیکشان ما را خوشحال می کند و برای گناهانشان آمرزش می طلبم. ای امیر المؤمنین، خداوند تو و شیعانت را قبل از آن که آفریده شوند در تورات به تمام خوبی ها یاد کرده است، تا ایلیا نام یکی از نام های امیر المؤمنین که از اسامی مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام است بزرگ شمارند و حال آن که شیعان او را نمی شناسند مگر همان اندازه که در کتاب هایشان آمده است. ای امیر المؤمنین، یاد یاران توسط فرشتگان در آسمان ها از یاد آنها در زمین توسط اهل زمین با شکوه تر است، خیر و خوبی برای شیعان تو است، پس باید به این مژده خوشحال باشد و بر کوشش خیش بیفزاید. ای امیر المؤمنین، هنگامی که شیعان تو به خواب می رود، ارواحشان به آسمان بالا می رود و به سبب مقام و منزلتی که در پیشگاه خداوند دارند، خدا دارند، فرشتگان مشتاقانه با آنها می نگرند، همان گونه که مردم به هلال ماه می نگرند. ای امیر المؤمنین، یارانت که مقام تو را می شناسند بگو از رفتاری که دشمنانشان انجام می دهند پرهیز کنند، زیرا شبان روز رحمت خداوند آنها را فرا می گیرد، پس باید از پلیدی دوری نمایید. ای امیر المؤمنین، خشم و غضب خداوند شدید باد بر کسی که با شیعان تو دشمنی کند، از تو و شیعانت بیزاری جوید، به جای تو و پیروان دیگران را بدل گیرد، به دشمنانت بگراید و تو و پیروانت را واگذارد، گمراهی و ضلالت را برگزیند و بر ضد تو و شیعیان علم جنگ برافرازد. نسبت به ما اهل بیت و نسبت به هر کس که تو را دوست دارد و یاری می کند بر دیگران برمیگزیند و جان و مال را در راه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دهد، بغض و کینه می ورزد. ای امیر المؤمنین، سلام مرا به شیعانت برسان، همان کسانی که نه من آنها را دیدم و نه آنها مرا دیدند، و به آنها خبر بده که ایشان برادران منند و مشتاق دیدارشان هستم، پس باید علم و دانش مرا به آیندگان برسانند و به ریسمان الهی ولایت امیر المؤمنین تمسک جویند و به آن چنگ زند. حالا این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که علم مرا، سخنان مرا به آیندگان برسانید. مراجع امروزی میگن که نه، روایت معصومین نخوانیم، بیاین هر چی که مرجع گفت بگین چشم سلمنا و قبول کنید. پیغمبر اکرم چی گفته، امام صادق گفته چی گفته، اینا رو ولش کنید، بیایید ببینید که فلان مرجع چی گفته، ببینید فلان آخون چی گفته، و در انجام کارهای نیک بکوشند، زیرا ما آنها را از راه هدایت به راه گمراهی و ضلالت بیرون نمیبریم. میگه اگر روایت ما رو بخونید، حرف ما رو گوش کنید، ما شما را از راه هدایت به گمراهی و ضلالت نمیبریم. همچنین به آنها خبر بده که خداوند از ایشان راضی و خرسند است و به وجود آنان بر فرشتگان مباهات می کند و در روزهای جمعه با نظر رحمت به آنها می نگرد و به فرشتگان فرمان می دهد که برای ایشان آمرزش بطلبید. ای امیر المؤمنین، روی بر نتابد از یاری و نصرت گروهی که وقتی به آنها خبر می رسد و می شنوند که من تو را دوست می دارم، پس به خاطر محبت من نسبت به تو را دوست می دارم و به دین وسیله دینداری خدای بزرگ را می نمایند و محبت قلبی و خالصانه خیش را از تو ارزانی می دارند و تو را بر پدران، برادران و فرزندان خیش بر می گذینند و راه تو را می روند و در راه دوستی و محبت ما سختی ها و ناگواری ها با آنها تحمیل می شود، ولی آنان جز نصرت و یاری ما و ایثار خونشان در راه ما از هر کار دیگری سر باز می‌زنند و با وجود آزار و اذیت‌هایی که می‌کشند و سخنان بدی که می‌شنوند و رنج و مشقت‌هایی که از درد این مصیبت می‌کشند، پس نسبت به آنها مهربان باش
و به دوستی آنها قناعت کن، زیرا خداوند آنها را با علم و آگاهیش از بین مردم برگزیده، ایشان را از سرشت ما آفریده، اسرار ما را نزد آنها به ودیعه نهاده، شناخت حق ما را در قلبشان ثابت و استوار ساخته، سینه هایشان را فراخ نموده و آنها را متمسک به ریسمان ولایت ما قرار داده. شیعیان امیر المؤمنین متمسک به ریسمان ولایت امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم، نه متمسک به ولایتی فقیه و نمیدانم فلان مرجع و فلان. ایشان مخالفین ما را علیه ما بر نمی گذینند، هرچند این گونه اعمال باعث می شود منافع دنیا را از دست بدهند و پادشاهان به اذیت و آزار آنها متمایل شوند. خداوند آنها را تأیید فرماید و به راه هدایت واردشان کند، همان راه هدایتی که به آن چنگ زدند، در حالی که مردم در گمراهی به سر می برند و در مسیر هواهای نفسانی حیران بودند و از دیدن راه حق و آن چه از نزد خدا آمده بود کور بودند. مانند کسایی که میگن که بیایید روایت معصومین رها کنید ببینید که فلان مرجع چی گفته. حالا عمریا که جای خود دارن، عمریا که اصلا بلمتنن. پس مردم در خشم و ناخشنودی خداوند صبح را به شب و شب و شب را به روز می آورند، در حال آن که شیعیان تو در راه روشن حق و پایداری بر آن ثابت و استوارند و به کسانی که با آنها مخالفند انس نمی گیرند. با کسانی که با آنها مخالفند انس نمیگیرند. این فرموده پیغمبر خداست. وقت مراجع چی میگن؟ که عمریا انفسنا، نفس ما هستن، نمیدانم عمریا برادر ما هستن، فلان ما هستن. خدا لعنتتان کنه شما. دنیا از آن آنها نیست و آنها نیز از آن دنیا نیستن. اینان چراغهای فروزان در تاریکی هستن، اینان چراغهای فروزان در تاریکی هستند، اینان چراغهای فروزان در تاریکی هستند. و سه بار می‌فرمایند که اینا چراغهای فروزان در تاریکی هستند. حسن آقا رفته بود بیرون. نه مایل هستم. بچه‌ها بخونیم بازم فضیلت یا نخونیم؟ وقت برنامه چقدر تیر شده نمیدونم. حالا وقتی برنامه یکونیم چقدر تیر شده دیگه. یک نیم ساعت تیر شده. عرض به حضور که حالا کسی اگر دوستا اگر این برنامه رو نگاه میکنه سوالی داره میتونه سوال میتونه بیایه در وارد برنامهش، نه مهمان امی سوال کنه، سوالی داره سوال خود مطرح کنه. دلتان دل و چشمتان روشن شد از این فضیلت امیر المؤمنین و شیعیان؟ احسن احسن، خدا خیرت بده برادر بزرگوار. کیف کنید و این شرطش ایه که پیرو اهل بیت باشی، دنبال عدی باشی که ببینید اهل بیت اسمت و طهارت چی گفته، نه ای که دنبال عدی باشی ببینیم کدام مرجع چی گفته، کدام فلان چی گفته، کدام فلان چی گفته. ببینید اهل بیت اسمت و طهارت چی گفتن. اگر راه خدا را میخواید، اگر پیغمبر اکرم گفته در ولایت امیرالمومنین تمسک بجوید، چنگ بزنید در امیرالمومنین، نگفته چنگ بزنید در فلان مرجع، نگفته چنگ بزنید در فلان عالی. برید بیفتید دنبال اهل بیت، بیفتید دنبال روایت اهل بیت، ببینید اهل بیت اسمت و طهارت چی گفته. و این هم معنیش این نیست که شما در عالم رجوع نکنید، نمیدونم فلان نکنید، نه، در عالم رجوع کنید. این اصل دین است که جاهل به در عالم رجوع کند، کسی منکر از این است. ولی برید ببینید که امو عالم آیا برای حرفش دلیلی داره یا ندارد، آیا همین حرف امام صادق است که دارم میزنه، حرف اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام است که دارم میزنه، یا نه شکم خود داره حرف میزنه. خب این کاملا عقلانی است که شما حرف یک غیر معصوم قبول نکنید. چرا؟ چون غیر معصوم احتمال خطا داره. بفرمایید. عرض به حضور، یکی از فضائل اهل بیت طاهرین این است که یک وقت آدم دل آدم ناراحت است، سینه آدم تنگ میشه، آدم در یک موقعیت یا در یک شرایطی است که آدم مشکل داره، مشکلات داره، همی که تو حضور اهل بیت را در دل خود احساس منی
از باب مثال اگر خیلی حوصله داشتی که زیارت عاشورا میخوانی با صد لعن و صد صلوات، اگر حوصله تو کمتر بود تو می زیارت آل یاسین میخوانی، یا از او کدام مثلا اگر حوصله کمتر بود تو می استمشی سلام نامه حضرت امام هشتم علیه السلام میخوانی، السلام علیک یا علی بن مسر رضا، یا غریب الغربا، یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان، یا ابا الحسن. برای خودم تجربه شده، این صدها بار برای من تجربه شده، صدها بار. وقتی که ما سینم تنگ بشه، احساسی حالا یک کم استراب مثلا پیدا منم، وقتی که ما زیارت نامه امی توسل منم یا زیارت عاشورا میخوانم، اهل بیت اطهار علیهم السلام در دل خود احساس، حضور اونها در دل خود احساس منم، ای روحیم باز میشه، خلقم باز میشه. حالا اینایی که میگه اهل غیر معصوم قیم دینه، امی هزار دفعه مجتهد صدا کن، بگی آقای وحید ادرکنی، تو کمک منه آقای وحید، بگی یا سیستانی علیه السلام، تو کمک منه سیستانی. قیم دین، قیم، سرپرست، ولی فقط 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 امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. صدای تو اهل بیت میشنوه، صدای تو غیر اهل بیت نمیشنوه. اینا بعضی هاشون آمدن میگه که نمیدونم جهاد کفایی داده، شرم نمیکنین با این حرفتان؟ عمر سر سفره امام زمان ششتن، اما درک از امام زمان ندارین. اصلا گفتن این حرف، گفتن این حرف شرک به اهل بیت، گفتن این حرف شرک به اهل بیت. حسن آقا لغمه امام زمان دیگه گلوشون دیگه گیر کنن چالله، لغمه امام زمان اصلا گفتن این حرف شرک به شرک به امام، شرک به اهل بیت. قیم دین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اگر امام عصر بر دنیا اگر اشراف ندشته شد، والله قسم زندگی امکان نداره. من خودم وقتی که مثلا یک هفته حالا نمیخوام بگم خیلی ما آدمی مثلا مقید هستم، خیلی مثلا توسل، من وقت خودم یک چند روز توسل پیدا نمونم، یا اصلا یک حالت دیگه میشم، اصلا نفس امام زمان بنده. والله قسم، والله 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 قسم، نفس از بند نفس امام زمان علیه السلام، نفس از بند معصومین علیه السلام. وقتی آدم میره مطالب اینا رو میخونه، خدا شاید آدم ناراحت میشه. حرف خیلی زیاده دباره دی بار. برادرا گفتن که چند تا توصیه از ما ببینیم، برادر بزرگ توصیه از ما اینه که معذرت میخوام، الان پیشنهادی که ما دروم، بعضیا گرفتار هستن، ناراحت هستن، شرایطشان خوب نیست، اینا توسل کنن به اهل بیت، توسل کنن. حالا اقل توسل اینه که توی یک زیارتنامه از هر در هر جا که هسته، زیارتنامه حضرت، حالا مثلا زیارت آل یاسین، زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت رقیه سلام الله علیها، زیارتنامه امام هشتم علیه السلام، اقل زیارت همینه. سلام تو... علیکم آقای نعمتی، ببخشید اصلا آقا سوی میکنم، سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. بچه ها گفتن که یک چند تا فضیلت دیگه بخوان، ما یک فضیلت دیگه حالا یک تونه از امام صادق بخوانم در مورد کلمه رافیزی. این عمریای قدما رافیزی میگن، ببینید رافیزی یعنی چی، برید بشنوید و کیف کنید، بعد از اینکه روایت خواندید و شنیدید در رافیزی بودن خود افتخار کنید و هر کجا رسیدید بگید من رافیزی هستم و افتخار کنید در رافیزی بودنتون. بریم با هم روایت بخونیم.
یه همون کتابی فضایل شیعه است دیگه، لازم نیست که اولش بیارم دیگه. حدیثی 18 همش سلیمان حالا من فارسیش هم میخوانم دیگه. سلیمان دیلمی گفت نزد امام صادق علیه السلام بودم، قرآن ناطق امام صادق علیه السلام بودم، که ابو بصیر صحابی مخصوص امام صادق علیه السلام در حالی که نفسهای عمیقی میکشید به آن حضرت وارد شد. نفس تون نفسهای عمیق، مثلا یک کسی که افسوس میخوره نفس عمیق میکشه. هنگامی که نشست امام صادق علیه السلام رو به او کرد و فرمود ای ابا محمد چرا اینگونه نفس عمیق میکشی؟ چرا اینگونه نفس عمیق میکشی؟ ابو بصیر گفت فدایت شوم ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، پیر و ناتوان شدم و زمان مرگم نزدیک شده است، با این وجود نمیدانم در آخرت چه حالی خواهم داشت. امام علیه السلام فرمود ای ابا محمد تو هم چنین میگویی؟ یعنی توقع نداشته که از ابو بصیر هم چه حرفی بزنم. ابو بصیر گفت قربانت گردم چرا نگویم؟ امام علیه السلام فرمود ای ابا محمد مگر نمیدانی که خداوند تعالی جوانان شما شیعیان را گرامی داشته از اینکه کیفرشان نماید و از پیران شما شرم میکند که از آنها حساب بکشند. ابو بصیر گفت فدایت شوم، آیا این مقام ویژه ما شیعیان است یا برای عموم اهل توحید و یکتا پرست است؟ یک بار دیگه تیکش میخوانم، آیا این مقام ویژه ما شیعیان است یا برای عموم اهل توحید و یکتا پرستان است؟ حضرت فرمود به خدا سوگند فقط مخصوص شما شیعیان است و سایر مردم را شامل نمی شود. حالا اینجاهایش داخل حدیث نیست، در حدیثی آمده است که خداوند می فرماید، اینا در مورد محاسن پیرها، سفیدی محاسن مؤمنین است، سفیدی محاسن مؤمنین از نور من است و من شرم دارم که نور را با آتش با هیزم با آتش بسوزانم، از این که نور را با آتش بسوزانم. همچنین نقل شده سفیدی محاسن زیور عقل و نشانه وقار و سنگینی است. ابو بصیر گفت ادامه حدیث فدایت شوم، مخالفین شما به ما لقبی داده اند که پشت ما را شکسته و دلهای من را میرنجاند. میرنجاند و زمانداران و والیان به خاطر همین لقب و بنابر حدیثی از فقهایشان روایت میکنن خون ما را حلال میشمارن. امام علیه السلام فرمود مقصودت لقب رافضی است؟ مقصودت لقب رافضی است؟ ابو بصیر گفت آری. امام علیه السلام فرمود نه، به خدا سوگند اینان شما را به این نام نخوانده اند، این لقبی نیست که جماعت شما داده باشند، بلکه خداوند شما را بدان نامیده است. ای ابا محمد مگر نمیدانی که 70 نفر از بنی اسرائیل وقتی گمراهی فرعون و قومش و هدایت موسی را تشخیص دادن، فرعون را رها کردند و به موسی پیوستند و به همین سبب در میان لشکر موسی علیه السلام به رافضی خوانده میشدند. اینها در بین لشکر موسی بیش از دیگران عبادت میکردند و نسبت به موسی و هارون و فرزندانشان محبت بیشتری داشتند و خداوند به موسی علیه السلام وحی نمود این نام را در تورات برای آنها ثبت کن، زیرا من آنها را به این اسم نامیدم و این نام را بدانها بخشیدم. موسی علیه السلام نیز این نام را برای آنها ثبت فرمود و پس از آن خداوند این نام را برای شما ذخیره کرد و به شما عطا فرمود. ای ابا محمد اینان خوبی ها را رها کردند، عمریار میگه خوبی ها را اهل بیت رها کردند و شما به کمک خوبی بدی ها را رها کردید. مردم به دسته ها و گروه های مختلفی تقسیم شدند و شما در گروه خاندان پیامبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در آمدید و به راهی نرفتید که خداوند به آن امر فرموده است. شما همان راهی را که خداوند برایتان برگزیده بود انتخاب کردید و کسی را که خدا اراده کرده بود اختیار نمودید و کسی را که خدا اختیار کرده بود و کسی را که خدا اراده کرده بود اختیار نمودید. اهل بیت اسمت و طهارت اختیار نمودیم که اینا
اینا والی ما هستن، اینا ولی ما هستن، اینا بر ما ولایت دارن، اطاعتشان واجب است. کسی دیگر را به جای اهل بیت نمیذاریم. کسی که شیعه باشد کسی دیگر را همتای اهل بیت قرار نمیده. خدا میگه اهل بیت اسمت امامان اطاعتشان واجب است. چهار تا احمق، چهار تا جاهل پیدا شدن میگن نه، خدایی حرف گفته که امام اطاعتشان واجب است. درست است، ولی مراجع معمول رقم است، مراجع اطاعتشان واجب است. الله اکبر. پس مجده باد بر شما و باز هم مجده باد بر شما، به خدا سوگند شما اید که مورد رحمت حق قرار گرفته اید. کردار نیک نیکوکارانتان پذیرفته می شود و از کردار بد و از کردار زشت بدکارانتان چشم پوشی می شود. هر کس روز قیامت بدون آن عقیده‌ای که شما دارید به پیشگاه پروردگار درآید، خداوند نه کردار نیکش را میپذیرد و نه از کردار بدش در میگذرد. هر کس غیر از این عقیده را با داشته باشد که اهل بیت اسمت و طهارت، دوازده امام، چهارده معصوم، اینا حجت خدا هستند، اطاعتشان واجب است، غیر از اینا اطاعت احد الناس واجب نیست. هر کس غیر از این عقیده را داشته باشد کنار امیر المؤمنین، کنار امام صادق یک مرجع تقلیدم علم کنه بر خود، یا مثل عمریا بگن که امیر المؤمنین هم ابوبکر و عمر هم مثل امیر المؤمنین هم علیه عزو بالله، در او دنیا نه کار خیرشان پذیرفته میشه و نه از کردار بدشان در میگذرد. ای ابا محمد، آیا تو را خوشحال کردم؟ ابا بصیر گفت عرض کردم فدایت شدم، بیشتر بگو. اون شهانه گفته که بیشتر بره بود. امام صادق علیه السلام فرمود ای ابا محمد، خداوند فرشتگانی دارد که گناهان را از دوش شیعیان میریزند. همان گونه که باد خزان برگ های درخت را در فضل پاییز میریزد. و این از معنی کلام خداوند عزوجل و فرشتگان پروردگارشان را سپاس و ستایش میکنند و برای مؤمنان طلب آمرزش میکنند. به خدا سوگند آمرزش خواهی آنان تنها برای شما است، نه برای سایر مردم. ای ابا محمد، آیا خوشحالت کردن؟ ابا بصیر گفت عرض کردم فدایت شدم، بیشتر بگویید. امام فرمود ای ابا محمد، به خدا سوگند خداوند عزوجل در این آیه که بعداً تلاوت می‌فرماید هیچ یک از اوصیای پیامبران و پیروانش را جا نکرده جز امیر المؤمنین علیه السلام و شیعیانش را. آنجا که در قرآن کریم که سخنش حق است می فرماید روز قیامت روزی است که هیچ دوستی برای دوست خود کاری انجام نمی دهد و آنها یاری نمی شود مگر کسانی که با قلبی پاک و سالم از پلیدی ها به نزد خداوند بیایند. و مقصود خدای بزرگ از این آیه امیر المؤمنین و شیعیان او است. ای ابا محمد، آیا تو را خوشحال کردم؟ ابو بصیر عرض کرد فدایت شوم، مطالبی بیشتری بفرمایید. حضرت فرمود ای ابا محمد، همانا خدای تعالی شما را در قرآن یاد کرده است، آنجا که میفرماید ای بندگان من، در مورد نفس خیش زیاده روی کردید، از رحمت الهی ناامید نشوید، زیرا خداوند همه گناهان شما را میآمرزد، به راستی او آمرزنده و مهربان است. زمر آیه 53. به خدا سوگند در این آیه جز شما قصد کسی دیگری را نداشته است، جز شما قصد کسی دیگری نداشته. ای ابا محمد، آیا تو را خوشحال کردم؟ ابا بصیر عرض کرد فدای شما گردم، مطالبی بیشتری بفرمایید. حضرت فرمود ای ابا محمد، همانا خداوند شما را در قرآن یاد کرد و فرمود ای شیطان، براستی تو بر بندگان خاص من تسلطی نداری. به خدا سوگند در این آیه جز امامان علیهم السلام و شیعیانش را قصد نداشته است. ای ابا محمد، آیا خوشحالت کردم؟ ابا بصیر گفت عرض کردم فدای شما گردم، مطالبی بیشتری بفرمایید. حضرت فرمود ای ابا محمد، همانا خداوند شما را در قرآن یاد کرده و فرموده آنان همدم کسانی هستند که خدا نعمتشان داده، از پیامبران، راستگویان، شهیدان، نیکوکاران و چه نیکو رفیقانی هستند. آیه نساء آیه 69. در این آیه مقصود از پیامبران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و راستگویان و شهیدان ما هستیم و صالحین شمایید. پس به شایستگی و صلاح معروف شوید.
همان گونه که خداوند شما را چنین نامیده است. ای ابا محمد، آیا تو را خوشحال کردم؟ ابا بصیر گفت فدایت شوم. بیشتر بفرمایید. حضرت فرمود ای ابا محمد، همانا خدا را شما را یاد کرده، در آنجا که زبان دشمنان شما یاد کرده، در آنجا که از زبان دشمنان شما در دوزخ چنین حکایت میکند و میگویند چرا ما اینجا مردانی را که از اشرار میشمردیم و تمسخرشان میکردیم نمیبینیم؟ یا شاید دیدگان ما از دیدنشان خیره گشته است. به خدا سوگند مقصود و منظور از این آیه کسی جز شما نیستید، زیرا شما در نزد مردم این جهان اشرار محسوب میشن. به خدا سوگند هنگامی که در بهشت در نار هنگامی که در بهشت در ناز و نعمت خواهید بود، آنان در دوزخ شما را می جویند. ای ابا محمد، آیا خوشحالت کردم؟ ابا بصیر گفت عرض کردم فدایت شوم. بیشتر بفرمایید. امام علیه السلام فرمود ای ابا محمد، همین اندازه بدان که هیچ آیه ای نیست که به بهشت رهبری کند و بهشتیان را به نیکی یاد کند جز این که درباره ما و شیعیان ما نازل شد، و هیچ آیه‌ای نیست که اهل آن را به بدی یاد کند و به سوی دوزخ براند مگر اینکه درباره دشمنان ما و مخالفین ما مخالفت ما نازل شده است. ای ابا محمد، آیا تو را خوشحال کردم؟ ابو بصیر گفت عرض کردم فدایت شوم. بیشتر بفرمایید. حضرت فرمود کسی بر آیین ابراهیم جز ما و شیعیان ما نیست و سایر مردم از آن بر کنارند. ای ابا محمد، آیا خوشحالت کردم؟ در روایت دیگر نقل شده است که ابوبصیر گفت مرا بس است. این معنی رافضه. این برادرای عزیز ما رفتن، من اصلا متوجه نشدم، ببخشید. آیه نعمتی ببخشید، من وقتی در حال مطالعه کتاب هستم نمیتونم صفحه چیزی ببینم که کسی هست یا نیست. آقای نعمتی و حسن آقا، بچه های عزیز، اگر کسی میخواد بیاد بالا و صحبتی داره بیاید بالا صحبت کنید، در غیر این صورت که از خدمتتون مرخص میشیم تا الله برنامه های بعدی. خب برادر عزیز، تا جلسات بعدی امشال منین لیاقت ما بده امیر المؤمنین خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اجازه بدن ذکر فضائل میخوانیم، فضائل اهل بیت اسمت و طهارت. تا برنامه های بعدی، یا علی مدد، خدا نگهدار همیشه. Haydar Haydar Langar Arz Usmani Haydar Haydar Fota Khaybar Haydar 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 Awal wa Akhir Haydar 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 Saqi Qasar Haydar 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 Langar Arz Usmani Haydar Haydar बनी है राज ये हमने जाना तूने उस पर लानत की है जिसने तुझे ना माना तू रब की गवाही तू दिल का सिपाही तूने ही बनाई माला ये सारी खुदाई हैदा ہے مولا جو ایمان بنا دے جس وقت جسے بھی چاہے تو سلمان بنا دے مولا اے قمبر آقا اے ابو ذر یا سید یا مولائی کہے مالک اشتر حیدر 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 اول و آخر حیدر حیدر حیدر
صدیق اکبر خیبر گیر بھی تو ہے، غوث بھی تو، فاروق بھی تو، پیران پیر بھی تو ہے، ولیوں نے پکارا ڈوبو تو کنارا، ایک روز کہے گی دنیا ہے سب کا سہارا، حیدر اول و آخر حیدر، حیدر حیدر شوقی کوثر حیدر، حیدر حیدر سنگر عرض و سمامی، حیدر حیدر خبر خیبر حیدر، اے تو ہی الحمد کا پیکر تو والناس کی جاں ہے، عشق تیرا ہے روح عبادت جسم نماز ادا ہے، ہے تیری شہادت تصدیق عبادت، کہتی ہے یہ ساری خدائی کعبے کی طہارت، حیدر حیدر حیدر